خب میریم سراغ قسمت دوم خروجی از طریق فایل. من میام به منوی فایل، اکسپورت، کویک تایم مووی. این دفعه به صورت عملی میخوام ببینیم تفاوت make movie self contained و این حالت که در واقع self contained نیست چیه. دفعه اول من اینو روشن میکنم و اسمشو میذارم self. شما نگاه بکنید ببینید چقدر رندرش طول میکشه. یک فایل حدود مثلا یک دقیقه ای اینقدر زمان طول میکشه تا برای ما خروجی گرفته بشه و اینقدر زمان میگیره تا برای ما این فایل رو روی دسکتاپمون سیو بکنه. بار دوم من میام فایل، اکسپورت، کویک تایم مووی و این چک باکس رو ور میدارم. حالا اگر من این فایل رو بخوام باز بکنم، به فایل هایی که اینجا توی تایملاین هست نیاز دارم. اجازه بدید اول خروجی بگیرم. اسم این رکی رو میذارم related. خیلی زمان کوتاه‌تر بود همونطور که شما دیدید. خب ما اگر این دوتا رو بخوایم بغل هم بذاریم و ببینیم، اگر من این سلف رو توی کویک تایم باز بکنم، شما این فیلم رو میبینید تا اینجا، و اگر این یکی رو هم باز بکنم، همین اتفاق عیناً تکرار میشه. کیفیت با هم هیچ تفاوتی نداره. خب بذارید حجمشون رو ببینیم. حجم ریلیتد 69 مگابایت، حجم سلف 145 مگابایت. البته این نکته رو خدمت شما بگم، اگر پروژه شما طولانی تر بود، مثلا یک ساعت بود، تفاوت انقدر نبود. تفاوت خیلی 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 فاحش تر بود. میتونم بگم تفاوت شاید بین مثلا 2 گیگ و خورده ای و 70 مگا خورده ای میشد. خب حالا که تفاوت حجمم انقدر زیاده، چه زمانی ما میتونیم از سلف کانتیند استفاده بکنیم و چه زمانی نباید ازش استفاده بکنیم؟ اگر من همین الان بخوام بیام اینجا مثلا توی نرم افزار توست و از این فایل یا دیویدی بخوام رایت بکنم، برم توی ویدیو و دیویدی ویدیو، اگر ریلیتد رو من اینجا درگ بکنم یا سلف رو درگ بکنم، هیچ تفاوتی نداره. یعنی توی اینی که این بخواد الان تبدیل به دیویدی بشه یا بالای تبدیل بخواد بشه، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت، نه نظر کیفیتی، نه از نظر زمانی، نه از هیچ نظر دیگه. اما اگر من بخوام این فایل رو رایت بکنم، جایی بفرستم و این فایل رو رایت بکنم و باز هم جای دیگه بفرستم، نه به عنوان دیویدی، به عنوان یک فایل مستقل که روش کار بشه، این فایل به هیچ وجه کار نخواهد کرد. علتش اینه که این فایل مووی ما الان به یک سری از چیزهایی که ما توی تایملاین استفاده کردیم نیاز داره. به طور مثال این تصویر پاریس، این یکی تصویر، این یکی تصویر، توی هارد ما دنبال اصل اینها میگرده. اما این یکی که سلف کانتیند، نه، خودش فیلم مستقله و هیچ نیازی به هیچ چیزی نداره. موارد استفاده که اینها دارن، اگر شما بخواید این تصویر رو، یعنی اینی که سلف کانتیند نیست رو و کوچیک‌تره رو بخواید تبدیل بکنید به هر چیز دیگه توی این دستگاه، یعنی مثلا من با استفاده از نرم افزار توست یا با استفاده از نرم افزار کامپرسور بخوام این رو تبدیل بکنم به دیویدی، بخوام تبدیل کنم به ویدیو سی دی، تبدیل بکنم به هر چیز دیگه، بهترین، نمیتونم بگم بهترین راه، ولی راه خیلی سریع و راحتش اینه که شما از این فایل کوچیکه استفاده بکنید. علتش اینه که حجم خیلی کمتری توی هاردتون میگیره. اما اگر بخواید این فایل رو هر جایی ببرید غیر از این کامپیوتر، حتما باید سلف کانتیند باشه. خب امیدوارم توضیحات این بخش من کافی بوده باشه در مورد این مقوله.